ایران در دستان شماست. با درود به همیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز سیمای نهاد مردمی رو از استودیوی این سیما در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، برفی که در تهران بارید و در شمال ایران بارید یک بخشی ما رو به گذشته هم برد. در این تصویر می‌بینیم که در اون روزهای خوش قبل از انقلاب ایران این دختران و پسران ما با چه امیدی به مدرسه می‌رفتند، با چه لبخندی به پیشواز آینده می‌رفتند و زندگیشون چقدر پر از امید بود. اما افسوس که با این خودکشی دست جمعی پدران و مادرانشون در اون روزها چگونه زندگی سیاهی رو این حکومت ملاها براشون نقش زدند. در طی 38 سال گذشته چندین نسل از بین رفت، تمام سرمایه های این مملکت برباد رفت. حکومت بیکفایت ملاها، حکومت فاسد ملاها هر روز آنچنان کردند که امروز نتایجش رو که داریم میبینیم جز یک آینده‌ای که به دست خود ملت ایران و به دست خود مردم ایران باید رقم زده بشه و با خلاص شدن از شر این حکومت فاسد از دست این جنایتکارانی که در طی این مدت جز جنایت در حق ملت ایران و در حق بقیه مردم جهان کار دیگری نکردند، با خلاص شدن از دست این حکومت هست فقط که میشود آینده‌ای پر امید برای ملت ایران رقم زد و این امکان پذیر نخواهد بود مگر با دست خود مردم ایران. اما هموطنان عزیز، با کمال خوشحالی باید خدمتتون عرض بکنم که امروز شخصیتی رو میهمان برنامه داریم که یکی از روزنامه‌نگاران و یکی از ژورنالیست‌های بسیار قدیمی و در عین حال در صحنه بودند. شخصیتی بسیار متواضع که من چون از نزدیک با این شخصیت آشنا هستم افتخار میکنم که امروز در خدمت آقای دکتر مصطفی دانش هستیم. درود بر شما دکتر مصطفی دانش عزیز. سلام آقای دکتر شاه ولایتی و سلام به بینندگان ارجمند برنامه. جناب دکتر دانش، اولا شما یکی از اون روزنامه‌نگاران استثنایی هستید که در تاریخ زندگیتون از اون موقع که کار روزنامه‌نگاری رو شروع کردین عیناً در صحنه بودید و در تمام این اتفاقاتی که در آفریقا و در تمام جهان اتفاق افتاد شما دست در دست رهبران اینها. من عکسای زیادی دیدم از اینکه شما در این مسافرت‌هایی که کرده بودید از طرف تلویزیون آلمان واقعاً با دست پر آمدید. شما می‌بینید، به عینه می‌بینید که کشورهایی که به هر شکلی انقلاب درشون ایجاد شده، بحران‌هایی که ایجاد شده، حالا یا به دست خودشون چراغ رو روشن کردن و به دست دیگران این چراغ فوت شده و خاموش شده، شما تجربیات زیادی دارید. امروز شرایط ایران ما طوری است که ما نیاز داریم به شخصیت‌های مثل شما تا این چراغ رو روشن بکنن، به مردم آگاهی بدن،
شما وظیفه‌ای که دارید در تمام این مدت در تمام رادیو تلویزیون هایی که در خارج من دیدم شما شرکت میکنید در مصاحبه هاتون، در نهایت تواضع خودتون رو به عنوان یک روزنامه نگار واقعی و اون چه که دارید میبینید رو عیناً برای مردم بازگو میکنید و این چراغی رو که شما به سوی آینده روشن میکنید برای فردای مردم ما بسیار مهمه. مردم باید درست گوش بدن به گفته های شما تا فردا نگن که کسانی نبودند که نگفتند، کسانی نبودند که ما رو راهنمایی بکنند، کسانی نبودند که به ما بگن که بعد از این چه خواهد شد. من از شما سوالی که دارم اینه که امروز مسئله سوریه به صورت یک معضل بزرگی در اومد. اولا مردم سوریه تحت ستمی که هستن هر روز دارن آواره تر، بیچاره تر و بدبخت تر دارن میشن. در سراسر جهان آواره، یه عده زیادی کشته که واقعا صحنه های بسیار دلخراشی است که یک بخش عمده ایش رو متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی هم در این بدبختی که ملت سوریه دوچارش شدن سهیم هستن و متاسفانه به اسم مردم ایران هم داره تموم میشه. اما از یک طرف به دنبال این هستند که با پوتین و با روسیه بسازند در مسئله سوریه و حل مسئله سوریه، از یک طرف مسئله خود رژیم ایران هستش که مشکل بزرگی در این قضیه است. خواستم شما لطف بکنید در این زمینه آگاهی بدید به ما که ببینیم واقعا واقعیت این مسئله روسیه، مسئله سوریه چگونه است و آیا راه حلی براش هست؟ ببینید آنچه که در سوریه اتفاق افتاده به قدری اوضاع سوریه بغرنجه که واقعا مشکل در مدت کوتاهی آدم بتونه یک جواب اساسی به سوال شما بده، ولی من کوشش میکنم در چند دقیقه چند مطلب رو مطرح بکنم. بفرمایید. ما در سوریه با جنبشی که در سال 2011 شروع شد، یعنی واقع جنبش مردمی، با خواستهای سیاسی روبرو بودیم، ولی متاسفانه باید به این مطلب اشاره بکنیم که رژیم بشار اسد در رابطه با این جنبش مردمی و خواستهای سیاسی مردم، یعنی برای آزادی و دموکراسی در داخل کشور، دست به اسلحه برد و شروع کرد حمله کردن به مردم مسلحانه و طبیعتاً عده زیادی کشته شدند. ولی در همین شرایط بحرانی که به وجود آمد، متاسفانه از خارج از کشور کشورهای زیادی دخالت کردند در امور داخلی کشور سوریه و این اجازه رو به خود مردم کشور و نیروهایی که ضد رژیم بشار اسد بودند، ضد رژیم دیکتاتوری بشار اسد بودند، این امکان رو ندادن که خودشون بتونن در واقع مبارزه رو رهبری بکنن. کشورهای مختلفی وارد این صحنه شدند. من اجازه بدین از آقای ترامپ یک نقل قول امروز بکنم. من بسیار بسیار انتقادی به شخصیت ترامپ برخورد کردم تا به حال، ولی در رابطه با سیاست خارجی مطالبی رو آقای ترامپ مطرح میکنه که از نظر من بسیار مهمه. ببینید آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که چند روز پیش با نیویورک تایمز داشت، میدونی که آقای ترامپ رفت به دفتر نیویورک تایمز و با در واقع سردبیر نیویورک تایمز مصاحبه داشت. در این مصاحبه آقای ترامپ یک جمله ای رو میگه که به نظر من این بسیار بسیار اهمیت داره. میگه من تصور نمی کنم که آمریکا باید ملت ساز باشه. میگه من تصور نمی کنم با ما اجازه نباید به خودمون بدیم در کشورهای دیگه ملت ساز باشیم. یعنی اون کاری رو که آقای جورج دبلیو بوش میخواست بکنه. آقای جورج دبلیو بوش موقعی که حمله کرد به افغانستان میخواست ملت ساز باشه، یعنی ملت جدیدی در افغانستان بسازه و دموکراسی و آزادی رو به وجود بیاره. و متاسفانه اتفاقی که در داخل سوریه هم افتاده به همین ترتیبه. قدرت‌های بزرگ فکر می‌کردند در داخل سوریه باید نظام سوریه را، نظام سیاسی سوریه را و رژیم سوریه را از بین ببرند و خودشون نظام جدیدی به وجود بیارن و ملت جدیدی در سوریه بسازن و ما می‌بینیم که با بحران و در واقع فاجعه عظیمی در سوریه روبرو شدیم، تا جایی که امروز در واقع فقط کشورهای خارجی هستن که نقش بازی می‌کنن و در کنار کشورهای خارجی امروز از یک طرف رژیم بشار اسد، رژیم دیکتاتوری بشار اسد که در کنار روسیه و
ایران قرار گرفته و از یه طرف دیگه نیروهای بسیار رادیکال اسلامی و افراطیون مسلمان و القاعده است که نقش بازی میکنه و در این دو جریانی که ما مشاهده میکنیم، در این دو جهتی که ما در سوریه مشاهده میکنیم، در واقع جنگ نیابتی داره انجام میشه. از یک طرف کشورهای غربی و آمریکایی در طرفداری از نیروهای شورشی و حتی شورشی بسیار رادیکال افراطی اسلامی، و از یک طرف دولت روسیه و دولت ایران جمهوری اسلامی قرار دارن که طرفداری میکنن از رژیم بشار اسد. و متاسفانه باید بگیم در این بحران و دخالت به ویژه کشورهای عربی، عربستان سعودی و قطر، باعث شده که این فاجعه و این بحران تشدیدم بشه. و امروز میبینیم که در موصل، در معذرت میخوام، در کشور سوریه چه چیزای اتفاق میافته، در استان حلب و شهر حلب چه اتفاق میافته، تا اینجایی که در واقع رژیم بشار اسد در روزهای گذشته بخشای زیادی از شهر حلب رو به تصرف خودش درآورده و در حال پیروزی است. شما اگه از راه حلی بخوایم صحبت بکنیم که در سوریه وجود داشته باشه، من باید یک بار دیگه نقل قول بکنم از آقای ترامپ که من معتقدم در این رابطه بسیار بسیار درست میگه. میگه که ما بسیار خرسند خواهیم بود، این آقای ترامپ میگه، که بتوانیم با روسیه کنار بیاییم، و فکر میکنم آنها هم از اینکه بتوانند با ما کنار بیایند خوشحال خواهند بود. یعنی در واقع ما در سوریه در شرایطی قرار داریم که فقط امروز با این شرایطی بحرانی که وجود آمده، دیگه نیروهای داخلی و نیروهای سکولار و دموکرات و آزادیخواه دیگه نمیتونن در سوریه نقش اساسی رو داشته باشن بر علیه نیروهای بسیار افراطی، بر علیه نیروهای جبهه النصرت، احرار الشام، که همه اینها در واقع القاعده هستن. پس بنابراین امروز فقط تنها راه حلی که در سوریه میتونه وجود داشته باشه همکاری آمریکا و روسیه و هیچ راه دیگری وجود نداره. و یک بار این همکاری به وجود آمد در آتش‌بسی که در ماه سپتامبر بین جون کری وزیر امور خارجه آمریکا و لاروف وزیر امور خارجه روسیه به وجود آمد. در واقع همکاری شدید قرار بود آمریکا و روسیه در مبارزه با تروریسم اسلامی در سوریه انجام بدن، ولی متاسفانه نیروهایی که در کنار آمریکا بودند و قول اینا داده بودند که از صفوف جبهه النصرت یعنی القاعده خارج بشن، اینا حاضر نبودند در حلب و مناطقی که تحت کنترل جبهه النصرت بود از صفوف جبهه النصرت خارج بشن و طبق قولی که به جون کری داده بودند به این قول عمل بکنن. و متاسفانه میبینیم که آتش بس با شکست روبرو شد و فاجعه جدیدی به وجود آمد از اون روز تا به امروز، یعنی از ماه سپتامبر تا به حال هزارها نفر جدید کشته شدند و بخش زیادی از این کشور تخریب شده. من یک بار دیگه اشاره می کنم و باید به این مطلب اشاره بکنیم که این چیزی که امروز آقای ترامپ میگه و به درستی میگه، میگه تنها راه حلی که وجود داره جنگ آمریکا، وارد شدن آمریکا در جنگ سوریه نیست، بلکه همکاری با روسیه است و این دو کشور باید امروز با هم همکاری بکنن و این جنونی که در داخل سوریه وجود داره این جنون رو خاتمه بدن. و من یک بار دیگه در اینجا مثبت از آقای ترامپ نقل قول میکنم، میگه فقط میتوانیم با همکاری با هم به این جنونی که در سوریه وجود داره خاتمه بدیم. و من این جمله آخریش که در رابطه با سوریه میتونم امروز بیان بکنم. دکتر دانش عزیز، اولا هموطنان عزیز، میگه چه خوش است گر محک تجربه آید به میان. دکتر دانش شاید بیش از 70 بار، اگر که من اشتباه نکنم، به آفریقا سفر کردن. آقای دکتر دانش به نیکاراگوئه، کوبا، افغانستان، لیبی، آنگولا و در تمام این جریانات حضور داشتند به عنوان یک روزنامه نگار بسیار باهوش و زیرک که مطالب رو کاملا می دیدند. و امروز سرمشق خوبی هستند دکتر دانش برای ما، برای ما ملتی که الان در یک شرایط بسیار خطرناک قرار گرفتیم. حکومت جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بسیار خطرناکی است و مردم ما و مملکت ما رو در لبه بسیار خطرناکی نگه داشته. دکتر دانش عزیز، با
توجه به وضعیتی که امروز ما در ایران داریم و شرایط اقتصادی اولا طوری هستش که امروز دلار به مرحله بسیار گران 4000 دلار 4000 تومان رسیده، وضعیت معیشتی مردم بسیار بسیار بده، مردم در فقر به سر میبرند، بخش عمده ای از مردم ایران گرسنه هستند، یعنی برای نان خالی هم ندارند، فحشا، فساد، بیکاری، بدبختی، دزدی، لواطکاری، دیگه هر چه که شما ببینید در این مملکت در طی این مدت ملاها آوردن که همیشه ما فکر میکردیم از این بدتر دیگه نمیشه، که هی هر روز از اون بدترش هم داریم میبینیم. شما با توجه به وضعیت امروز ایران چگونه تصویر میکنید برای مردم آیندهشون رو، و آیا این مردم خودشون چه وظیفه‌ای دارن برای اینکه وطنشون رو نگه دارن، برای خودشون و فرزندانشون باید چه بکنن؟ نه اینکه ما نسخه‌ای براشون بنویسیم، ولی با توجه به تجربیاتی که شما از دیگر کشورهایی دارید که در تمام این مدت دچار این پستی و بلندی ها شدن و بعضی هاشون کشورهایی هستن که در حال اضمحلالن، یعنی دیگه نه تجزیه بلکه واقعا از روی جغرافیا دارن محو میشن، چه باید بکنیم واقعا؟ ببینید، آنچه که مربوط به ایران میشه واقعیت اینه که شرایط عینی یک جنبش مردمی در ایران وجود داره. یعنی مردم ایران خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی هستن و اینو در مبارزات سال 1388 نشون دادن. یعنی در واقع شرایط عینی وجود داره. زمانی که در کودتای سال 1388 آقای خامنه‌ای دوباره آقای احمدی نژاد رو به کرسی ریاست جمهوری نشان و کودتا کردن، اون 3 میلیون جمعیت ایران، جوانان ایران، دختران و پسرانی که به خیابون آمدن و در تظاهرات شرکت کردن و در واقع تمام نیروهای امنیتی و نظامی رو در داخل ایران غافلگیر کرده بودن، اون نشان دهنده اون شرایط عینی بوده که مردم ایران خواهان تغییر رژیم بودن. ولی متاسفانه در اون شرایط به نظر من رهبری اون جنبش قادر نبود که در شرایط تاریخی بسیار حساس شعار درست انقلابی رو بده، انقلاب بدون خشونت بده و خواهان این بشه که رژیم جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. کسانی که در رهبری قرار گرفته بودند خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی بودند. جنبش سبز و رهبران جنبش سبز خواهان سقوط تغییر رژیم در ایران نبودند. به خاطر همینم اون شرایط عینی که میلیون ها به خیابون آمدند و در همون مقطع تاریخی قادر بودند در مدت چندین لحظه در واقع قدرت رو به دست بگیرن، اون با شکست روبرو شد، برای که رهبری نتونست رهبری بکنه و شعار درستی را در شرایط انقلابی بده. من معتقدم مردم ایران همکنون خواهان تغییر رژیمن و این وظیفه مردم ایرانه که شرایط ذهنی را به وجود بیارن، یعنی در واقع رهبری سیاسی را که بتونه یک جنبش عظیم مردمی رو رهبری بکنه باید این شرایط ذهنی و رهبری رو به وجود بیارن. و امروز ما متاسفانه در داخل ایران چنین رهبری نداریم که بتونه جنبش مردمی رو رهبری بکنه. به خاطر همینم ما میبینیم که جوانان، دختران و پسرانی که نگرانن و شدیداً مخالف جمهوری اسلامی هستن، نظام جمهوری اسلامی هستن، امروز سکوت میکنن برای که رهبری وجود نداره. ولی شرایط آمده است، شما به درستی صحبت از این کردید که در واقع فقر و بدبختی و فلاکت مردم ایران گرفته. من یک بار به دیگه به این مطلب اشاره بکنم، اگه یادتون باشه در زمانی که آقای خمینی از انقلاب اسلامی صحبت میکرد چنین مطرح میکرد که آنهایی که در حاشیه شهرها زندگی میکنن و صحبت از مستضعفین میکرد، اونها ستون انقلاب هستن، اونها باید به خیابون بیان. و متاسفانه باید بگیم که آقای خمینی با هوشیاری کامل از اونها سوء استفاده کرد، از فقر و بدبختی و فلاکت مردم سوء استفاده کرد و اون انقلاب اسلامی رو که میخواست انجام بده. ولی ما امروز در شرایط بد از اون زمان قرار داریم. امروز 1/4 مردم ایران، یعنی 80 میلیون جمعیت، 20 میلیون از
دهقانان ایران، کشاورزان ایران در واقع دهات ترک کردن و در حاشیه شهرها در فقر زندگی میکنن. یعنی در واقع اون پتانسیال انقلابی وجود داره، پتانسیال عظیم انقلابی وجود داره که باید شرایط ذهنی به وجود بیاد. ما هم اکنون بیش از 40 میلیون از مردم ایران، نیمی از مردم ایران در فقر مطلق زندگی میکنن، زیر خط فقر زندگی میکنن. هم اکنون طبق آماری که خود رژیم ایران میده در حدود 10 میلیون از مردم ایران معتاد هستند. توجه بکنین، اعتیاد دارن، معتاد به مواد مخدر هستند و نقش سپاه پاسداران در گسترش این اعتیاد بسیار بسیار عظیمه. من امروز این فرصت ندارم که بتونم آمار ارائه بدم و نشون بدم که سپاه پاسداران با آمار و اسنادی که وجود داره چه نقش مخربی رو بازی میکنه و مردم ایران اینو به خوبی میدونن. هم اکنون از 90 هزار دهی که در ایران وجود داره 30 هزار ده خالی از سکنه شده، خالی از دهقانان شده و اینا هجوم میارن به شهرها و در حاشیه شهرها در واقع و تولیدم وجود نداره در ایران. در واقع رژیم جمهوری اسلامی باعث شده که تمام تولیدات از بین رفته، بیش از 70% تولیدات صنعتی از بین رفته و این نیروی عظیم کاری که وجود داره این آینده‌ای برای خودش نمی‌بینه و جوانانی که تحصیل کردن در حدود ما 7-8 میلیون تحصیل کرده، جوانان تحصیل کرده‌ای داریم که هم‌اکنون بیکارن. بیکاری در ایران بین جوانان 50%، یعنی در واقع یک رقم بسیار مهمیه. پس بنابراین شرایط و پتانسیال انقلابی و تغییر رژیم وجود داره. من خواستم اینه که در واقع مردم ایران باید بدونن و جوانان باید بدونن که در واقع اونها مسئولیت دارن و اونها که باید رژیم جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. نباید خواهان این باشن که نیروهای خارجی و کشورهای خارجی دخالت بکنه. هر نوع دخالت کشورهای خارجی، شما به درستی اشاره کردین آقای شاه ولایتی، من زمان جنگ ویتنام تا به امروز در تمام جنگهای دنیا شرکت کردم و در واقع تجربه عظیمی و شناخت عظیمی در جهان دارن و از جنگ ویتنام تا به امروز هر جایی که نیروهای خارجی و کشورهای خارجی دخالت نظامی کردن، نه تنها در این کشورها دموکراسی و آزادی به وجود نیامده بلکه تمام این کشورها تخریب شده. امروز توجه بکنیم به شرایطی که در افغانستان وجود داره. امروز متاسفانه با دخالت خارجی دوباره طالبان در حال گسترش هستند، تا جایی که ناتو چند روز پیش مطرح میکنه که ما نمیتونیم از افغانستان خارج بشیم، برای که ارتشی که در افغانستان ساختیم، نیروهای امنیتی که به وجود آوردیم قادر نیستن در مقابل طالبان مقاومت بکنن. به مجردی که ناتو خارج بشه در واقع طالبان قدرت رو دست گرفتن. توجه به عراق بکنیم، ارتش های خارجی 60 کشور جهانی و ارتش خود عراق و نیروهای دموکراتی که در عراق وجود دارن و حتی شبه نظامیان شیعه عراق و کردها قادر نیستن در موصل بر علیه 5000 جنگجوی پابرنه داعش مبارزه بکنن. و امروز جنگ شدیدی در موصل وجود داره و در واقع کشور عراق با دخالت نظامی خارجی نابود شده، از بین رفته. امروز ما شرایط لیبی رو داریم. من یک مطلبی میخوندم از آقای دونالد ترامپ درباره لیبی. ببینید آقای دونالد ترامپ درباره لیبی چی میگه. میگه ما از لیبی چه ساختیم؟ ما از لیبی یک خرابه ساختیم. این مصاحبه ایست که دونالد ترامپ با سی بی اس آمریکا، تلویزیون سی بی اس آمریکا چند روز پیش کرده. این واقعیت هاییست که باید بهش اشاره بکنیم. هر جایی که نیروهای خارجی وارد شدن، نه تنها آزادی و دموکراسی به وجود نیامد بلکه باعث تخریب شد. هم‌اکنون در لیبی 100 میلیشیای مختلف اسلامی و غیر اسلامی داره حکومت میکنه. حکومت ملوک و طرفی به وجود آمده و از سکولارها و دموکراتایی که زمانی در رأس جنبش مردمی بودن اصلا دیگه خبری نیست. توجه بکنیم به سوریه امروز چی میگذره. بنابراین یک بار دیگه پیشنهاد من و توصیه من به مردم ایران اینه، کسی که در تمام جنگ ها در 50 سال گذشته تا به امروز شرکت کرده و شناخت عظیمی از جنگ ها و شرایط منطقه در جهان داره، من معتقدم که این وظیفه مردم ایرانه. مردم
ایران این شرایط دارن و این شرایط وجود داره که بتونن قیام بکنن. باید شرایط ذهنی رو به وجود بیارن، رهبری قوی در داخل ایران به وجود بیارن، علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه بکنن. رژیم جمهوری اسلامی در ضعف قرار داره، در ضعف مطلق قرار داره. اینکه هنوز این رژیم تونسته قادر حکومت خودش ادامه میده به خاطر که مردم ایران در واقع در شرایط عینی بسیار خوبی قرار دارن، میتونن انقلابی رو انجام بدن، انقلاب غیر خشونت بدون خشونت انجام بدن، ولی باید رهبری بسیار مجرب سیاسی خودشون رو به وجود بیارن که این رهبری بتونه در واقع از این پتانسیال انقلابی استفاده بکنه برای تغییر رژیم در ایران. بسیار سپاسگزارتون هستم دکتر دانش عزیز. تا اونجایی که من در اینجا در جریان هستم، آمریکا هم به این نتیجه رسیده که آنچه را که قبلا انجام دادن جز خرابی و جز واقعا بی‌آیندگی برای این کشورها چیز دیگری نبوده و خود مردم آمریکا هم موافق این نیستند که در کشورها اون اتفاقاتی بیفته که قبلا افتاده. بنابراین میخوان که بدون خشونت این رژیم ملاها بره و یک رژیم مردمی جانشینش بشه. برای این کار گفتش که باید ما دستمون رو به زانون بگیریم و یا خودم بگیم. ما نه دیگه باید به دنبال این باشیم که از آسمان ها کسی بیاد کمکمون بکنه، نه به دنبال این باشیم که کشورهای دیگه بیان به ما کمک بکنن. اونچه که امروز اپوزیسیون مطرح میکنه اینه که ما انتظاری که فقط داریم اینه که شما حمایت از این حکومت جبار فاسد اسلامی نکنید، ما ملت ایران خودمون تکلیف خودمون رو روشن میکنیم. و من فکر کنم این خط مشی است که امروز این ادمنستریشن جدید در امریکا در نظر گرفته، که حتما اولا که تغییر رژیم در سلوحه کارشون هست، اما تغییر رژیم نه به صورتهایی که قبلا انجام شده، بلکه تغییر رژیم توسط خود مردم. و همونجور که شما فرمودید شرایط بسیار بسیار آماده است برای اینکه ملت ایران در وضعیتی است که 90% در مقابل این 10% حکومت قرار گرفته و حکومت در شرایط ذلیل‌ترین و بدترین شرایطش است، چون این حکومت انقدر در طی این مدت بد کرده و بد عمل کرده. شما ببینید مدارس ما سقفش خرابه، بچه‌ها باید توی بیرون در طویله‌ها باید درس بخونن، اون وقت اینا میرن تلاکاری میکنن، یه مقداری از این نمیدونم این جاهایی که یه عده آدمی که معلوم نیست اصلا کی هستن، چه نسبتی با ما دارن، ما اصلا نمیشناسیم اینا رو، اگر هم که شناختی ازشون داریم جز برای خرابی ما و برای بی آینده کردن نسل‌های ما کار دیگری برای ما نکردن، میرن اونجا رو تلاکاری میکنن. من در 2 دقیقه آخر خواستم از شما خواهش بکنم که یک جمع‌بندی بکنین فرمایشاتتون رو، چون اینها به هر حال در تاریخ خواهد ماند. هموطنان عزیز درست باید گوش بدیم ببینیم چه بایدمون کرد امروز، چون امروز روز بسیار مهمی است و این روزها که داره پیش میاد بسیار در سرنوشت ما اهمیت داره. خواهش میکنم. جمع‌بندی که من میتونم بکنم یک بار دیگه باید توضیح بدم. ما در شرایطی در ایران قرار داریم که مردم خواهان این رژیم نیستن، خواهان تغییر رژیم هستن. مردم میتونن وارد مبارزه بشن، ولی مردمی که میخوان واقعا مبارزه بکنن و رژیم رو تغییر بدن احتیاج به رهبری دارن و این رهبری رو باید به وجود بیارن. متاسفانه ما از اپوزیسیون صحبت میکنیم، ولی اپوزیسیونی که بتونه هنوز این جنبش عظیم مردمی رو بر علیه این رژیم و سقوط این رژیم رهبری بکنه، متاسفانه هنوز این به وجود نیامده. و این وظیفه خود مردم ایران، ببینید جوانان و زنان قهرمان و جوانانی که در ایران مبارزه میکنن، که از داخل خودشون بتونن در واقع یک چنین اپوزیسیونی یا یک چنین رهبری سیاسی بسیار قوی رو به وجود بیارن که یک جنبش عظیمی رو ازش حمایت بکنه. من یک بار دیگه اینجا توضیح میدم، این وظیفه مردم ایران که چنین کاری انجام بدن، این وظیفه کشورهای خارجی نیست. اگه من یک دقیقه وقت داشته باشم، من میخوام نقل قولی بکنم از شخصی مانند مایکل لیدین. شخصیت مایکل لیدین یکی از بزرگترین تئوریسین های نئوکان ها بوده و شخصیتی بوده که در جنگ عراق، در جنگ آمریکا برای عراق،
نقش اساسی رو داشته. ببینین آقای مایکل لدین در سال 2002 قبل از شروع جنگ عراق در رابطه با منطقه خاورمیانه متاسفانه چی میگه؟ گوش بدین ببینید چی میگه. میگه ما میتوانیم سراسر منطقه را به یک دهانه آتش فشان تبدیل بکنیم، فقط میتوانیم امیدوار باشیم که سراسر منطقه را به یک دهانه آتش فشان مبدل سازیم. اگر اصلا منطقه سزاوار آن میبود که روزی تبدیل به دهانه آتش فشان گردد، همین خاورمیانه امروز است. اگه ما جنگ رو به گونه مؤثر به پیش ببریم، رژیم ترور در عراق، در ایران و در سوریه را ساقط بکنیم و حکومت‌های سلطنتی عرب را ساقط بکنیم، در واقع به هدف خودمون رسیده ایم. ببینیم اینو کسی میگه که امروز دوباره خواهان جنگ کشور آمریکا بر علیه ایرانه و باید نتیجه گیری بکنیم. با این صحبتهایی که آقای مایکل لدین میکنه به امروز دوباره صحبت از این میکنه که آقای ترامپ باید جنگ دیگری را در ایران را بندازه، ببینیم چی گفته. و این نقل قول رو کردم که در واقع جوانان ایرانی بدونن که اگه خارج از کشور و کشورهای دیگه بخوان در ایران دخالت بکنن و در واقع جنگی را بندازن، اونا میخوان در واقع آتش فشانی را بندازن که تمام منطقه رو نابود میکنه و ایران رو نابود خواهد کرد. پس بنابراین یک بار دیگه نتیجه گیری کوتاه، شرایط در ایران وجود داره، مردم خواهان تغییر رژیم هستند، مردم باید رهبری خودشون رو به وجود بیارن و در واقع در مبارزه که میکنن این رژیم رو با سقوط همراه بکنن. دکتر دانش عزیز، از حضور شما در برنامه امروز بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستم در برنامه های آینده باز هم شما رو داشته باشیم. تشکر میکنم از اینکه با این وقت کمتون امروز در سیمای نهاد مردمی شرکت داشتید. بدرود. بدرود با شما. هموطنان عزیز، توصیه یک شخصیتی که در تمام این سالها عمرش رو صرف کار تخصصی کرده شنیدید. ما به هر حال باید به گوش جان بشنویم این حرفا رو و در این حال عمل بکنیم. هموطنان عزیز، ما یک روزی یک کاوه آهنگری پیشبندش رو برداشت و بر سر چوبی کرد و حرکت کرد اون روز و اون نظام جبار اون روز رو به پایین کشید. من مطمئن هستم، ما مطمئن هستیم که در بین ایرانیان، در بین این 80 میلیون نفری که در ایران هستند، کاوه های آهنگر فراوانی هستند که فقط باید این بیرق رو به دست بگیرند و ملت ایران حتما این رژیم فاسد رو به پایین خواهند کشید و مملکتی میسازند که شایستش هستند، آینده‌ای میسازند که سزاوارش هستند و از شر اون چرا که امروز هست که نه شایستش هستند و نه سزاوارش خلاص خواهند شد. با درود. انفجار در مرکز عراق ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. شمار کشته ها حداقل 80 تن گزارش شده است. تعداد قربانیان ایرانی این حادثه بیش از 45 تن است و تعداد زیادی هم مجروح شدند. به گفته مسئولان ایرانی شدت سوختگی قربانیان به حدی است که کار شناسایی دقیق کشته شدگان دشوار شده است. در پی برخورد شدید قطار مسافربری در ایستگاه هفخان سمنان، دست کم 49 تن کشته و بیش از 100 تن نیز زخمی شدند. تعدادی از واگن‌ها از ریل خارج و دو واگن نیز تومه حریق شدند. با چراغ سبز رهبر موج تازه سرکوب و بازداشت آغاز شد. یک منبع آگاه خبری در قوه قضائیه به خبرنگار آمد نیوز میگوید که حکم بازداشت 17 نماینده مجلس شورای اسلامی که اخیراً در مورد یاشار سلطانی و 63 حساب شخصی غیرقانونی صادق آملی لاریجانی اظهار نظر کرده بودند توسط قوه قضائیه صادر شده است. خامنه ای روز چهارشنبه با اشاره به تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله در کنگره آمریکا گفت اگر این تمدید اجرایی و عملیاتی شود قطعاً نقض برجام است و بدانند جمهوری اسلامی حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.
حزب الله خواستار اشد مجازات برای سعید طوسی و محاکمه حامیان او شد. کانال خبری انصار نیوز بیانیه‌ای درباره فساد اخلاقی سعید طوسی و حامیان او منتشر کرده که حسین الله کرم رئیس شورای هماهنگی حزب الله هم آن را در صفحه اینستاگرام خود بازنشر کرده است. در ضمن دستور کار جلسه دو هفته قبل جامعه روحانیت مبارز هم درباره سعید طوسی بود. به گفته رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شمار افرادی که ایران در جنگ سوریه از دست داده از مرز 1000 تن فراتر رفته است. ایران همچنین افغانهای ساکن ایران را به جنگ سوریه اعزام می کند. روز چهارشنبه یک جوان 24 ساله در پارک لاله اصفهان خود را از درختی حلق‌آویز کرده و خودکشی کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، سحرگاه روز پنجشنبه 4 زندانی در زندان ندامتگاه کرج با اتهامات مربوط به مواد مخدر به دار آویخته شدند. به نوشته روزنامه رسالت، ایران اسلامی در حال حاضر 12 میلیون بیکار و 30 میلیون فقیر دارد. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، دنی دنون سفیر دائم این کشور در سازمان ملل روز سه‌شنبه 22 نوامبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که با استفاده از هواپیماهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر از طریق بیروت و دمشق برای حزب الله لبنان اسلحه و تجهیزات نظامی ارسال می‌کند. معاون نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل ادعای اسرائیل را بی اساس خواند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله 24 ژوئن سال جاری در اظهارات کم سابقه ای اعلام کرده بود که به خاطر تحریم های بانکی و مالی نگران نیست، زیرا این تشکل همه نیازهای خود را از خوراک و پوشاک تا موشک و راکت به طور مستقیم از جمهوری اسلامی دریافت می کند. دادگاهی در منهتن نیویورک یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار 56 ساله به نام رضا اولانگیان را به جرم همدستی با جمهوری اسلامی در راستای تهیه موشک‌های زمین به هوا و همچنین قطعات یدکی هواپیما محاکمه کرد. در صورت اثبات اتهامات اولانگیان، او ممکن است به حبس از 25 سال تا حبس ابد محکوم شود. کیوان کریمی، مستندسازی که اسفند ماه سال گذشته به یک سال زندان، 5 سال حبس تعلیقی و 223 ضرب شلاق محکوم شده بود، به زندان اوین احضار و برای اجرای حکم 1 سال زندان و 223 ضرب شلاق به بخش قرنطینه زندان اوین منتقل شد. بارش برف و برودت هوا در استان مازندران باعث قطعی گاز و برق شده است. سرمای بی سابقه در استان گلستان نیز خساراتی به بخش کشاورزی وارد کرده است. صبح روز شنبه، آتنا دائمی، فعال مدنی، جهت تحمل 7 سال حکم حبس در منزل پدریش با خشونت و تهدید توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. جمعی از شاگردان و هواداران محمد علی طاهری روز شنبه در مقابل ساختمان وزارت کشور تجمع کردند. نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضین با خشونت برخورد کرده و برخی از معترضان را نیز بازداشت کردند. احمد منتظری، فرزند حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی، از سوی دادگاه به مجموعاً 21 سال حبس تعزیری و خلع لباس روحانیت محکوم شد. حکم احمد منتظری تا 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. قوه قضائیه ایران از افشاگری‌های نمایندگان مجلس و یا شاکیانی که می‌گویند فرزندانشان مورد تجاوز یک قاری قرآن قرار گرفته‌اند به شدت ناراضی است. اژه‌ای تهدید کرد هر کس با شبکه‌های ماهواره‌ای مصاحبه کند تحت پیگرد قرار می‌گیرد. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، به دادسرا احضار شد. او پیش از این خواستار شفافسازی در رابطه با حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه شده بود. علت احضار، اظهارات این نماینده درباره یاشار سلطانی عنوان شده است.
یک هلیکوپتر امدادی که به منظور کمک رسانی به یکی از کارکنان دکل نیمه شناور امیرکبیر در سواحل بهشهر به آنجا رفته بود، در راه بازگشت سقوط کرد. هر 5 سرنشین این بالگرد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، 12400 شهروند از اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی به وضعیت 8 زندانی سیاسی و عقیدتی در اعتصاب قضا شدند. این نامه در روزهای گذشته به دفتر ریاست جمهوری پست شده است. دلار آمریکا با ادامه روند افزایشی در ابتدای هفته جاری نیز از مرز 3800 تومان هم عبور کرد. یک دلار آمریکا 3920 تومان، یک پوند انگلیس 4850 تومان و هر یورو 4220 تومان. شب و روزتان خوش. هموطنان عزیز، غم‌انگیزه واقعا. لواطکاری به نام توسی تجاوز میکنه به بچه های مردم و این کار سالها ادامه داره و وقتی که این بچه ها میرن و اعتراض میکنن، بچه ها رو تهدید میکنن، پدر مادرشون تهدید میکنن که اگه این قضیه رو ادامه بدید شما رو به خاطر تماس گرفتن با نمیدونم رسانه های خارجی مورد تعقیب قرار میدیم. خیلی جالبه. از طرف دیگه آقای احمد منتظری میاد نوار صوتی پدرش رو که کتابش مدت ها پیش چاپ شده در مورد این کسانی که در دهه 60 این همه فرزندان اون مملکت رو اعدام کردن و هنوز هم دستن در کار هستند و در جزو گردانندگان این حکومت هستند، وقتی این نوار صوتی رو پخش میکنه میان میگیرنش و بعد نمیدونم به حبس تهدیدش میکنن و 20 سال براش حبس میبرن، بعد بهش تخفیف میدن و به هر حال به 6 سال حبس میخوان دهنش رو ببندن که دیگه از این صحبت ها نکنه. از طرف دیگه آقای صادقی نماینده مجلس، نماینده‌ای که خود اینا از تمام این فیلترها گذروندنش اومده تو مجلس حکومت جابر اسلامی، اون وقت این میاد اعتراض میکنه به این آقای کسی که برادر لاریجانی که خودش یکی از این موجودات فاسد حاکم بر ایران هست، از دزدیاش صحبت میکنه، از اینکه این همه پول رو در طی 20 سال گذشته اینا گذاشتن توی حساب آقا با 63 حساب به نام ایشون و به امضای ایشون. وقتی که این مطلب رو عنوان میکنه شما ببینید که چه بلایی سرش میارن. حالا شاکی پیدا میکنه و این کارهایی که این حکومت در تمام این سالها کرده. اما چیزی که هموطنان شما باید بدونید اینه که اگر شما هم امروز دستن در کار کمک کردن به این جمهوری اسلامی هستید، آیا اگر شما امروز جزو گردانندگان این حکومت هستید و دارید کاری میکنید که آب آسیاب این حکومت میریزید، مطمئن باشید که فردا نوبت شما خواهد بود. اگر کاری برای ایران نکنید، اگر کاری برای فرداتون نکنید، فردای خیلی نزدیک نوبت شماها هم خواهد رسید که زیر تیغ این حکومت قرار بگیرید. برای اینکه این حکومت فاسد فقط موجودات فاسدی مثل خودشو میخواد و در بحران زندگی میکنه. این حکومت بحران پشت بحران میآفرینه و جز در بحران نمیتونه زندگی کنه. این حکومت بیفردایی است. باید از این حکومت ببرید برای اینکه فردا داشته باشید. باید برنامه ریزی کنید برای سقوط این حکومت که سقوطش نزدیکه. این سمفونی فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی صداش داره بلند و بلندتر داره میشه. این شمایید که باید برنامه ریزی کنید برای فرداتون. سال هاست که به برکت وجود جمهوری اسلامی بازار سیاه در همه شؤونات زندگی مردم رخنه کرده. در ایران آخوندزده در بازار سیاه همه چیز یافت می شود، از مواد خوراکی تا خرید و فروش کودکان.
بر اساس برآوردها ارزش بازار سیاه در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دلار است. قاچاق گاز و نفت، سیگار و مشروبات الکلی بیشترین سهم را در بازار سیاه ایران دارند. در مورد تجارت سکس و اندام‌های زیستی و تکنولوژی آمار مشخصی در دست نیست. بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران، ارزش قاچاق سوخت در این کشور در حدود 50 میلیارد دلار برآورد می‌شود. اختلاف قابل توجه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه یکی از مهمترین دلایل این موضوع عنوان می‌شود. ارزش بازار سیاه سوخت در جهان در حدود 53 میلیارد دلار است. به شکل ویژه عرضه بنزین در بازار سیاه در سالهای اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمارهای غیر رسمی ارزش بازار سیاه مواد مخدر در ایران نیز در حدود 8 میلیارد دلار برآورد می شود. به عنوان نمونه از این میزان بیش از 3 میلیارد دلار آن به هروئین اختصاص دارد. در مورد ارزش قاچاق سیگار به ایران نیز آمارها متفاوت است. گفته می شود که دست کم ارزش بازار سیاه قاچاق در ایران 5 میلیارد دلار است. این رقم در بازار جهانی 50 میلیارد دلار است. قرص های اکستازی یا MDMA نیز در بازار سیاه ایران یافت می شود. در سالهای اخیر مصرف این مواد افزایش قابل توجهی داشته است. بخشی از این قرص ها نیز در داخل ایران تولید و به کشورهای دیگر صادر می شود. ارزش بازار سیاه جهانی کریستال که از مشتقات متامفتامین است در حدود 28 میلیارد دلار است. این ماده روانگردان در ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و به نام شیشه مشهور است. قیمت شیشه در چند سال اخیر در ایران کاهش یافته، از گرمی 130 هزار تومان به گرمی 50 هزار تومان رسیده است. ماریجوانا یا گراس یکی از بزرگترین بازارهای سیاه از نظر ارزش دلاری را در اختیار دارد. ارزش این بازار در حدود 142 میلیارد دلار است. ارزش بازار سیاه این ماده در ایران مشخص نیست. بر اساس گزارش روزنامه شرق، قیمت یک گرم ماریجوانا در ایران بین 50 تا 150 هزار تومان برآورد شده است. بازار سیاه مشروبات الکلی در ایران نیز رونق دارد. دلیل این امر ممنوع بودن تولید، واردات و مصرف این کالا در ایران است. برآورد می شود بازار سیاه مشروبات الکلی در ایران بیش از 1 میلیارد دلار ارزش داشته باشد. اجناس تقلبی در بازار ایران به وفور یافت می شود. بخشی از این کالاها به صورت رسمی و بخشی دیگر از طریق بازار سیاه توزیع می شود. بر اساس آمارهای غیر رسمی ارزش این بازار در ایران در حدود 100 میلیون دلار است.
چندین سال است که بازار سیاه اندام‌های زیستی مانند کلیه در ایران رونق یافته است. مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل این موضوع عنوان می‌شود. به جز فروش این اندام‌ها در داخل ایران، صادرات آن به کشورهای دیگر نیز صورت می‌گیرد. موضوع بازار سیاه جنین و تخمک نیز مدتی است مورد توجه واقع شده است. به نوشته رسانه‌های ایران، مراکز مجاز درمان ناباروری با کمبود جنین و تخمک اهدایی روبرو هستند و در این میان بازار اهدای غیرقانونی تخمک و جنین داغ‌تر از قبل شده است. تهیه دارو و برخی تجهیزات پزشکی از بازار سیاه در ایران امر تازه‌ای نیست. در سالهای اخیر و با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران، این بازار سیاه نیز رونق زیادی گرفته است. بازار سیاه مدارک دانشگاهی و پایان نامه های تحصیلی نیز در ایران داغ است. اسکناس نو نیز همزمان با نزدیک شدن به سال نو ارزش زیادی می‌یابد. با وجود عرضه اسکناس های نو توسط سیستم بانکی، اما بازار سیاه این اسکناس ها نیز شکل می‌گیرد. هموطنان عزیز، تمام شواهد نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشی و اضمحلاله. بزرگترین دشمن حکومت اسلامی خود حکومت اسلامی بوده و هست و این حکومت از روزی که در مقابل ملت ایران ایستاد گور خودشو کند. بیایید با هم متحد شویم، همه با هم دستمون به دست هم دیگه بدیم، با برنامه‌ریزی درست از این گذار، از این دوران گذار بگذریم، چون این حکومت حکومت بی فردا بوده و هست، حکومتی است که نمیتوانه فردایی داشته باشه، اما ایران و مردم ایران باید فردا داشته باشن. مردم ایران باید برای فرداشون برنامه‌ریزی بکنن، برای فردایی که امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه بدون حکومت ملاها باشه، بدون حکومت جمهوری فاسد اسلامی باشه. ما وطنمون رو پس میگیریم، ما ایرانمون رو پس خواهیم گرفت، ما نهال آزادی رو میکاریم و با جانمون آبیاریش خواهیم کرد. زنده و پاینده باد آزادی، زنده و پاینده باد ایران، زنده و پاینده باد ملتی که برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به سکولاریسم، برای رسیدن به عدالت اجتماعی و نهادیده کردن اون، برای آینده بهتری برای ایران بدون حکومت فاسد اسلامی تلاش میکنند. رویدادهای هفته پیش رو، برگرفته از گاه شماره ملی ایران، 10 آذر 1311 خورشیدی، لغو قرارداد دارسی توسط ایران. در سال 1280 خورشیدی، ویلیام دارسی، سرمایه‌دار انگلیسی، موفق به کسب امتیاز بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر، به مدت 60 سال در سراسر ایران شد. وی در تمام مدت قرارداد از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی معاف شده بود. دولت ایران که این امتیاز هنگفت را به ضرر منافع ایران اعلام کرده بود، پس از 30 سال در چنین روزی آن را لغو کرد و خشم شرکت دارسی را برانگیخت. 10 آذر 1312 خورشیدی، افتتاح جاده چالوس. جاده چالوس به طول 168 کیلومتر کوتاه‌ترین جاده اتصال تهران به دریای مازندران است. با بهره برداری از تونل کندوان در سال 1318 حدود 13 کیلومتر این جاده کوتاه‌تر شد. 11 آذر 1300 خورشیدی، کشته شدن میرزا کوچک خان جنگلی.
میرزا کوچک خان در سال 1259 خورشیدی در شهر رشت چشم به جهان گشود. میرزا همزمان با جنگ جهانی اول کمیته‌ای به نام اتحاد اسلام را در حوالی تالش تشکیل داد. در نهایت قیام مسلحانه میرزا کوچک خان با تعداد اندک یاران با وفایش در گیلان آغاز گردید. اگرچه میرزا در ابتدا پیروزی‌های چشمگیری به دست آورد، اما پس از چند درگیری با قوای دولتی نیروهایش پراکنده شدند. میرزا در چنین روزی در اثر برف و سرمای شدید در جنگل جان خود را از دست داد. 11 آذر 1358 خورشیدی، حرکت محمد علی میرزا ولیعهد مظفرالدین شاه به تهران. محمد علی میرزا به درخواست پدرش مظفرالدین شاه که در بستر مرگ بود، با اعضای خانواده و نزدیکان در معیت 400 قزاق مسلح در این روز تبریز را به مقصد تهران ترک کرد. 13 آذر 1293 خورشیدی، افتتاح سومین دوره مجلس توسط احمد شاه. احمد شاه به مناسبت آغاز جنگ جهانی مجدداً بی‌طرفی ایران را در نطق افتتاحیه خود بازگو کرد. تعداد نمایندگان این دوره مجموعاً 117 تن بود. در اولین جلسه حاج عباس قلی سهم الملک به ریاست سنی مجلس انتخاب شد. 14 آذر 1365 خورشیدی، بمباران نیروگاه نکا. در این روز نیروی هوایی عراق در مراحل پایانی جنگ با ایران، نیروگاه تولید برق نکا در کنار دریای خزر را بمباران کرد. 15 آذر 1357 خورشیدی، درگذشت دکتر عیسی صدیق، مؤسس دانشگاه تهران. دکتر عیسی صدیق معروف به اعلم، پس از دریافت لیسانس ریاضی از فرانسه در وزارت فرهنگ مشغول کار شد. وی سپس جهت ادامه تحصیل عازم امریکا گردید و پس از اخذ دکترای فلسفه به ایران مراجعت نمود و از طرف دولت ایران مأمور تهیه طرح تأسیس دانشگاه تهران شد. وی سرانجام در 15 آذر 1357 خورشیدی در 84 سالگی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. 16 آذر 1332 خورشیدی، روز دانشجو. 3.5 ماه پس از سقوط مصدق، نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا راهی ایران شد. در اعتراض به این سفر، دانشجویان عمدتاً چپ دانشگاه تهران تظاهراتی برپا کردند. صبح چنین روزی گارد شاهنشاهی برای اولین بار وارد صحن دانشگاه شد و به دنبال آن 3 تن از دانشجویان معترض به نامهای مصطفی بزرگنیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی به ضرب گلوله جان باختند. از آن تاریخ این روز را به عنوان روز دانشجو نام نهادند.